به این کلاس یک که میرفتید کلماتتون رو بخش میکردن، مثلا میگفتن علی چند بخشتون میگفتی علی، دست چپ و دست راستتون مینداختی دیگه، مثلا میگفتن سارا چند بخشه میگفتی سارا دو بخشه، میگفتن مثلا جعفر قلی چند بخش میگفتی جعفر قلی چهار بخشه. خب هر کدوم از این هر کدوم از این اینا یک هجا هستن. خب این بخش های صدایی رو ما واسه ریاضیات قائلیم. نوع چینش این هجاها در سفر عربا بهش از المعجم اومده، بهش میگن عروس. سیستم خوبی هم داره، یک جور ریاضیاته و یاد گرفتن هم بسیار آسونه، فقط ما باید یک سپریت بکنیم. پس فعلا درباره هجا میدونین چیه. مثلا یه بار میگیم کار بخش، کار بخش دو بخشه. خب ولی کار اینجا سه حرفیه، یعنی زمان بیشتری تلفظش میبره و به اینجور هجایی که زمان بیشتری برده میشه میگن هجای کشیده. حالا هجای کوتاه چیه؟ پس از اینجا یادداشت کنید، مثلا هجای کوتاه به هجاهای یک حرفی گفته میشه، مثل علی این ا، مثل حسین حسین. هو اینجا یک حرفیه، پس میشه هجای کوتاه. هجای کوتاه رو با یو نشون بدن، یوی انگلیسی. هجای بلند به بخشا، به هجاهای دو حرفی گفته میشه، مثل وقتی میگید علی انا لی، دو حرفیه. خب هجای کشیده به بخشای صدایی، به هجای سه حرفی به بیشتر گفته میشه، مثل کار، کار یک بخشه، مثل داشت چهار حرفه ولی یک بخشه، به اینا میگن کشیده، اونایی که صرف و بیشتر دارن. این رو پس شما باید خیلی راحت باید اینو بدونید. مثلا فاعلاتون، فاعلاتون، فا اینجا دو حرفیه، میشه بلند. هجای بلند رو با یک خط تیره نشون میدن، یک خط تیره. پس هجای کوتاه رو با یو نشون میدیم، هجای بلند رو با خط تیره. خب مثلا میگیم فا یک خط تیره میذاریم، ا هجای کوتاه است، چون فا دو حرفی هجای بلند نصب میشه، ا یک حرفی هجای کوتاه، پس اولی خط تیره است، دومی یو. لا دو حرفیه، یک خط تیره است. تون دو حرفیه، یک خط تیره است. پس الان در این رکن در فاعلاتون ما یک خط تیره داریم، یه یو داریم، دو تا خط تیره. این نمایه رسمی فاعلاتونه. من نمیخواستم فاعلاتون یاد بگیرید، من فقط اینو واسهتون تخطی کردم. حالا یه سری هجای کشیده هستن. هجای کشیده گفتم که باید سه حرف یا بیشتر داشته باشن، خب در کل. حالا اینجور هجاها رو با یک خط تیره و یک یو نشون میدن، چون زمانی که میبره تلفظشون به اندازه یک هجای بلند و یک هجای کوتاه است. گفتم بهتون مثل کار، کاره، مثل بخش، بخشه، مثل حالا داشت چیز بد میگفتم، مثل فلان شیر. خب شیر یک سهرفیه، یک جای کشیده است، خط تیره یو باید باشه، یعنی از راست شروع میکنی خط تیره یو. بعد این شیر، چون شیره هم میتونیم بخونید دیگه، واسه همینه که میگن یک، یعنی زمان زیاده، یا حاوی یک هجای بلند و یک هجای کوتاهه. مثلا در این مصرع، یک مصرع از اون دو بیتی بابا طاهره، میگه خداوند از آن روزی که ما را آفریدی به غیر از معصیت چیزی ندیدی، خداوند جان 84ت به حق 84ت ز ما بگذر، شطور دیدی ندیدی. خب حالا ز ما بگذر، شطور دیدی ندیدی. ز ما ز یه حرفه، میشه هجای کوتاه. ز ما بگذر، ما دو حرفیه بلند، بگ دو حرفیه، زرم دو حرفیه، پس یه کوتاه داریم یه بلند، میشه مفاعیلون. حالا وزن مفاعیلون همینجه مفاعیلون، یه کوتاه داره سه تا بلند. شما به جایی که مثلا وزن اشعار بشناسید در شکل کلاسیک، این همه چیز در دانشگاه، این همه چیز ببینید، بسیار آسونه، هیچ کاری هم نداره. اگه این هجای کوتاه رو به استثناءات رو یاد بگیرید، استثناء هم بسیار مهمه. من می‌خواستم اینو بگم که اصلا این الان وزن مفاعیل، مفاعیل، مفاعیل. خب زما بگذر، شطور دیدی ندیدی، از آن روزی که ما را آفریدی
از آن روزی، از آن روزی مفاعیلون که ما را آ مفاعیلون فریدی مفاعیل. بهتون میگم چرا این میشه مفاعیل. حالا این چه کمکی ما میکنه؟ وقتی شما اینو میدونید، درست خوندن شعر رو یاد میگیرید، درست نوشتن یک شعر رو هم یاد میگیرید، چون اون وقت متوجه سکته لحنی میشید، سکته وزنی میشید، نه در شعر کلاسیک، در هر نثر، حتی نثرتون هم تغییر میکنه اگر کاربردی یاد بگیرید. حالا مثلا ما میخوایم مفعولان رو وزنش رو پیدا بکنیم. نگاه کن، مفعولان سه تا هجای بلند داریم، یعنی سه تا خط تیره است فقط. حالا یکی از شما یک مصرع بنویسه، یک مصرع از یک شعر بنویسه، یکیتون فقط، وقتی یکی نوشت بعدی دیگه ننویسه. مثلا اینجا ما به اختیارات، تصور کن اگر حتی، تصور کن مفاعیلون اگر حتی مفاعیلون، تصور کر مفاعیلون دنش سخت مفاعیلون، دنش سخته مفاعیلون، تختی بکنیم این همون وزن مفاعیلون در میاد، یعنی بسیار آسونه. خب شما هر چیزی، هر ترانه‌ای بنویسید، هر ترانه، حتی خیلی ترانه، اصلا خیلی ترانه‌های فارسی که اصلا وزن ندارن. خب منظورم اینه که هر شعر کلاسیکی در نظر بگیرید باید این وزنش مستاق داشته باشه. حالا اختیارات شاعری چیه؟ چجوری ما بر وزن فائق میایم؟ مثلا بعضی از بخش‌های صدایی، بعضی از هجاهای یک حرفی هستش که تلفظشون زمان بیشتری میبره، مثل آباکولا. آ تو آ نینی این take more time، یعنی تو نمیتونی اینو در یک آن بگی ازش بپری، میگه آمد، میفهمی؟ نمیگه آمد، آمد نداریم که، اگه بگی آمد ا اینجا میشه یه حرف کوتاه، ولی بگی آمد. خب اداره، ادا، ادا، نمیگه آ. خب ادا اولی کوتاهه بعدی بلنده، ولی آمد آ خودش بلند محسوب میشه. پس یکی از استثناءات اینه که تنها هجای یک حرفی که آباکولاه که هجای بلند محسوب میشه اینه. اینو باید بدونید، فعلا چرا مشکل میشید. بعضی از هجاهای کشیده هستن که تسکین درشون اتفاق میفته، یعنی آن دسته از هجاهای سه حرفی که به نون ختم میشن، به نون، مثل بان، مثل نان. نان سه حرفیه ولی یک هجای بلند محسوب میشه. چرا؟ به خاطر اینکه حرف آخرش نونه، چون وقتی نون حالت تسکین میده، یعنی زمان رو میبرده، یعنی زمان take less time، you know؟ مثلا شما وقتی میگی نان، میگی نان بخور، دیگه نمیگی نان، نمیشه اصلا سر نامون، میگی مخواه بگی کار بکن، میگی کار کن، کار، take time. خب واسه همین هجای صرفی که به نون ختم میشن، با اینکه صرف هم باید کشیده باشن، یعنی باید با خط تیره و یونشون داده بشن، ولی هجای بلند محسوب میشن. بعضی وقت هم هستش که شما یک هجای یک حرفی دارید، ولی کسره و فتحه و ضمه دارید، به خصوص اونایی که کسره دارن، یعنی یه جوری نمیخونی که take time، take more time. یعنی مثلا شما میگید که، میگید که پسر من، پ هجای کوتاه یه حرفیه، س هجای کوتاه یه حرفیه، ر من، پسر من، این ر اینجا یک حرفیه، باید هجای کوتاه باشه، ولی هجای بلند هم میتونه باشه، چون شما یه جوری ادا میکنید، کسره بهش میدید و سر ر مکس میکنید. پسر من، میتونه بگید پسر من، میتونه کوتاه میتونه باشه و میتونه بلند هم باشه، یعنی تو تخته شعر ر در پسر من هم میتونه کوتاه فرض بشه هم بلند. چرا بلند؟ به خاطر اینکه ما بهش یک کسره میدیم، یک کسره میدیم که باعث کشش در کشش ر میشه و تلفظ ر رو زیاد میکنه. مثل علی من، پدر من، همه هم ره دارن، هر پسر و پدر چه زبان تخمی. مثلا میگین که مثلا این دوست دختر من همین میشه، چی بگیم آخه؟ خاله من، یه هم این حالتو داره، یه. بعضی حرفا یه حرفی هستن، ولی یه کسره میاد در پایان کلمه، اغلبا فقط در پایان کلمه، در پایان کلمه وقتی مکسور میشه، حرف آخر پایان کلمه وقتی مکسور میشه، با اینکه یک حرفیه میتونه هجای بلند هم باشه، بنا به اختیارات شاعری چجوری میخونه.
یه سری کلمات هستن که به هی چسبان ختم میشن، مثل که، مثل خ. خب اینا به هی چسبان، مثل کافه. خب اینا که به هی چسبان ختم میشن، با اینکه دو حرفیان میتونن هجای کوتاه هم محسوب بشن. میفهمین چی میگم؟ مثلا کافه، کافه هم میتونه دو تا بلند باشه، کافه، اگه ما روی ف مکس داشته باشیم. اگه بگذاریم ف میتونه، با اینکه هی چسبان داره دو حرفیه، میتونه هجای کوتاه محسوب بشه. که معمولا در شعر هجای کوتاه محسوب، ما اصلا که میپریم. دختری که رفت، دختری که رفت. ولی همین که رو اگه روش مکس مثلا اینو میتونید اینجا بخونید، دختری که رفت، دختری که رفت. پس این کلماتی که با هجای بلند، اینا میتونه هجای بلند هم، هجای کوتاه هم محسوب بشن. کلماتی بخشای دو حرفی که به ه ختم میشن. حالا شما چند تا این استثنا رو یاد بگیرید، چند تا شعر تختی بکنید و اینو درونی بکنید، انگاری خیلی بهتون کمک میکنه. اگه این حرفای مجموع حرفای من درونی بکنید الان یاد بگیرید، جلسه بعد من در 10 دقیقه وقتی اینو پیاده میکنم روی شعر سفید، شما همه چی دو آزارتون میفته. ولی اگه این بحث رو فکر میکنید سخته، مثل خنگا بیخیالش بشید، هرگز عروض یاد نه. این راحت ترین روش یاد گرفتن عروضه، یعنی بسیار راحت. بقیهش رو دیگه خودتون وقتی میخونید، وقتی حدس میزنید، خیلی راحت میتونید یاد بگیرید. فقط این چند تا نکته منو یادداشت بکنید و از بر بکنید، همه چی تمام میشه. اصلا هم سخت نگیرید.